در بحث توسل فرمودید ما توسل به زندگان رو قبول داریم، همونطور که دوست عزیزمون گفت توسل عمر به حضرت عمر، در واقع عموی پیامبر، بله برای باران، بله. ولی شما توسل به مردگان رو قبول نداریم. نه خیلی. چرا؟ چون یه تفاوت مبنایی داریم ما با شما، اونم بحث سماع موتا. همان سماع موتا این که ابن تیمیه، ابن کثیر، ابن قیم ادعای اجماع کردن، گفتن که اصلا این که مردگان میتونن بشنون اینو همه قبول دارن. من نمیدونم شما وهابیم از ابن تیمیه، از بزرگان در واقع بحث مسلک سلف هم شما وهابی تر شدید. ابن تیمیه ادعای اجماع میکنه، ابن قیم همینطور. اگه یه نمونه بخواد، توسل بلال ابن حارث به قبر حضرت رسول که ابن تیمیه هم قبول کرده، مصنف ابن شیبه هم اینو آورده، خود خلیفه دوم هم نهی نکرده. اگر توسل بلال ابن حارث به قبر حضرت رسول به عنوان یک شخص مرده شرک بود، چرا عمر ابن خطاب اینو نهی نکرد؟ مگه نهی از منکر واجب نیست؟ تماشا دارمشتون، وقتشو نگه دار. من میشنوم. آره شما، پس شما هم نمیتونیم بسیم اگه 5 دقیقه بهت وقت بدم از قرآن دلیل بیاری که مرده میشنوه و میشه از مرده حاجت خواست. از قرآن من دلیل بیارم که مرده میشنوه؟ میشنوه و از مرده میشه حاجت خواست. میتونید دلیل بیارید که 5 دقیقه بهتون وقت بدم؟ شما که ادعا میکنید مرده نمیشنوه، شما باید دلیل بیارید. من دلیل برات میارم. من که میگم مرده نمیشنوه، من اصحاب کهف خوابیده بودن یا نبودن؟ نمیشنیدن. میشنیدن؟ ها؟ خواب بودن و نمیشنیدن. وقتی بیدار شدن نمیدونستن 300 سال زنده هستن. این دلیل کافیت نیست؟ کافی نیست برای شما؟ اولیای الله بودن یا نبودن؟ سوره به نامشون هست یا نیست؟ جواب سوال من بدید، وقتتون بازه. سوال آیا سوره به نام کهف هست یا نیست؟ آیا اون 7 نفر اولیای الله بودن یا نبودن؟ وقتی خوابیدن بیدار شدن میگه ما نمیدونیم که چقدر خوابیدیم. یا عزیر در سوره بقره که 100 سال خوابید و زنده شد، نمیفهمید که داستان چیه، فکر کرد نصف روز خوابیده. پس معلوم است که مورد نمیفهم. بله جناب سجودی، بله، این تفاوتی که بین شما و ابن تیمیه و ابن قیم و ابن کثیر هست و سلف مجمعون علی هذا و گر تواتر از الاثار، این که پیامبر میاد به اون کشتگان که در جنگ بدر هستن اونا رو مورد خطاب قرار میده، اگر مردگان نمیتونستن بشنون چرا پیامبر حکیم کار لغو و بیهودهی رو انجام داده؟ آقا شما به قیامت عقیده داری یا نداری عزیز من؟ نه بحث رو عوض نکن جناب. من شما عوض کردی، من دارم به شما میگم که شما وقتی بیننده رو باز میذاریم، چون که ایشون میسه آقای حمید فعلا نیست، ما نمیدونیم. آقای محترم، اولا من بحث عوض نکردم، من برای تو 2 مثال قرآنی آوردم، شما ازش رد شدی رفتی باز. ببین اجازه بده من حرف بزنم، وقت کافی به شما میدم، 3 دقیقه نه بیشتر وقت میدم، اجازه میدی؟ بله بفرمایید. شما گفتی ابن تیمیه گفته، اول داستان اینجوری شروع شد، در حدیث هست فلان حارث ابن فلان گفته. خب حدیث میدونی که ضعیف و خراب و درست داریم. من گفتم در قرآن هم هست، گفتی تو باید دلیل بیاری. من برای دلیل آوردم که اصحاب کهف خوابیده، عزیر پیغمبر مرده 100 سال و هیچی از دنیا خبر نداشتن، چون که وقتی به وجود اومد بیدار شدن گفتن نیم روز زنده بودیم، نیم روز خوابیده بودیم. شما این حرف نزدید، دوباره رفتی سر ابن تیمیه. آقا جان اگه ابن تیمیه و نمیدونم ابن قیم و همه حرف شما رو میزنن، پس چرا فوششون میدید؟ ما باید اونا رو فوش بدیم دیگه. پس معلوم است که شما دارید بینندگان رو گول میزنید. من حرف عوض نمیکنم، شما جواب نداشتید، حالا صحبتتون رو بکنید دیگه، صحبتتون رو بکنید هر چی میخواید، ولی من جواب دیگه نمیدم بهتون. شما حرف منو جواب ندادید. بله بفرمایید جناب سجودی، اون مسئله که شما مطرح میکنید اصحاب کف، اونجا مطلبی نقد نشده که مثلا یک کسی اونجا رو اونا رو خطاب قرار بده اونا نتونن بشنون. شما باید به اون مسئله شا صداتون نمیاد، یه رو صدا زده و هم تو روایاتتون هست هم تو آیات قرآن، و ابن تیمیه و ابن قیم و ابن کثیر هم ادعای اجماع کردن. شما آقای محترم اونا میگه ازش نپرسید. ببینید واقعا نمیشه با کسی که میگه که از اونا نپرسیدن. خب مردم بیش از شیعه عقلشون اینقدر میرسید که از مرده نخوان چیزی،
ولیکن اینجا آیه به شما ثابت میکنه که مرده اگه ازش میپرسیدی هم خبر نداشت. آیه رو ببینید دوتا بینندگان، ببینید من وقت باید چی نمیکنم. یا همانند آن کسی که بر دهی گذشت در حالی که دیوارهای روی سقف فرو رفته بود، او با خود گفت چگونه خداوند اهل این ده را پس از مرگشان زنده میکند؟ این پیغمبره، پس خداوند او را به مدت 100 سال میراند، پس زنده اش کرد و به او فرمود چقدر درنگ کردی، یعنی چقدر مرده بودی؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز درنگ کردم. این پیغمبر خدا داره باهاش صحبت میکنه و این خبر نداره که چقدر مرده. سوره بقره آقا جان آیه چنده این 259 برید ببینید، قبول نمیکنید، من ازتون خداحافظی میکنم بیننده عزیز. اما این حدیث هم که گفتید که نمیدونم با اصحاب بدر صحبت کرد، بله مرده، بعد از که مرد همون ساعت از دنیا قطع نمیشه، یک مرحله داره مثل جون کندنه، اطرافش میبینه، تا وقتی که تو قبر میذاری هم اون میبینه شما رو. وقتی که شما رفتی اون وقت فرشته ها میان. یکی از نزدیکان ما فوت کرد بود، یک زرنگی هم کرد، گفت که ببینید زود از سر قبر من نرید، تازه مرد، خدا رحمتش کنه، میگه زود از سر قبر من نرید که شاید که من یکم حالم حساب جا بیاد تا فرشته ها چون میان بتونم جواب بدم. شما حرف آخرتون رو بزنید، وقت دیگه نیست، خدا حافظ، بفرمایید. بله فقط نیم دقیقه آقا برش بخ. این که گفتید حدیث بلال ابن حارث ضعیفه، اینو اثبات کن. اثبات من این است که ضعیف است، 100% ضعیف است. من الان نمیتونم برات اثبات کنم، برای من مثل شب روز رو بزن روز، اجازه بدید. بله متشکر است شما، از تون خداحافظی میکنم چون بیننده بعدی رو بگیرم، چون جواب دادم بهتون. بیننده عزیز سرخط باشید یک لحظه. آقا جان اثبات از این بالاتر چیز که هیچ کدوم از سنی قبولش نده. سلام رحمت الله، یک لحظه سرخط باشید، اثبات از این بالاتر چیه؟ بینندگان عزیز همه اینا میخوان شما رو گول بزنن. ببین از آیه که هیچی نگفت، حدیث میگه برای من اثبات کن، چجوری برای تو اثبات کنم؟ اثبات از این بالاتر چیست که این سنی قبول نداره؟ میگه ابن تیمیه قبول داره، ابن تیمیه قبول داره، بس چرا باش بدی؟ بس ابن تیمیه یک مرده پرست بوده دیگه. دروغ در دروغ، دروغ در دروغ. من نمیفهمم، من که ازش پرسیدم آیا به جهنم عقیده داری، گفت چرا حرف عوض میکنی؟ حرف عوض نبود، من میگم واقعا اونا فکر نمیکنن که به جهنم خواهند رفت با اینکه آیه قرآن و حدیث رو تعریف میکنن.